درون، برنامه از رادیو آزادگان با دکتر میترا بابک. درودی گرم خدمت شما بانو میترا بابک عزیز، امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. تعطیلات بسیار دلپذیر رو که امروز اولین روزشه و فردا رو در پیش داشته باشید با خوشی، سلامتی و دلگرمی. این هفته از شما سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید و آمدید که راه درست راحت بودن، راحت زندگی کردن و علاج روحمون رو با ما به ما یاد بدید که چگونه این کار رو انجام بدید. منم یه دنیا سلام و درود دارم به شما و همه عزیزان که صدای ما رو میشنون و خیلی خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم امروز، استثنان یه خورده زودتر از همیشه، و من ممنون و متشکرم از شما که پذیرفتین که یه مقدار زودتر برنامه استثنان امروز شروع بکنیم. موضوعمون در مورد انسان حساس بود که ما هفته پیش یه سری از خصوصیات یک انسان حساس رو من باز کردم. البته عذرخواهی میکنم از همه عزیزان که انقدر سریع باید بریم، چون زمان بسیار محدوده و حرف و سخن و علم بسیار بسیار کهکشان، یعنی که کار ما رو یه مقدار سخت‌تر میکنه، ولی من نهایت کوششم میکنم که تا اونجایی که امکان هست تفهیم بشه مسائل، این قدرت و این ریشه ها و دوایر اسارت روح و روان ما که هر چه زودتر بتونیم تشخیصش بدیم و ازش رهایی پیدا کنیم. انسان حساس هم که شما میدونین که یکی از بزرگترین معضل و معضل فرهنگ شخصی و بعد فرهنگی ماست. همونطور که هفته پیش گفتم به نوعی با افتخار بهش نگاه میکنیم، در صورتی که تفاوت بسیار زیادی است بین انسان حساس و انسان با احساس. و دیدیم که تا هفته پیش در موردش صحبت کردیم که انسان حساس چه خصوصیتی داره و رسیدیم به این قسمت که انسان حساس مضطرب، استرس، پر از استرس و در نهایت افسرده میشه. و این افسردگی که حالا دیگه محاصرش کرده و رهایی از اون کارش بسیار سخت‌تر و دشوارتر میشه. حالا در این قسمت بریم نگاه کنیم ببینیم اصلا انسان حساس چه سلاح‌های استفاده می‌کنه، سلاح انسان حساس چیه. دوباره من از همه عزیزان تمنا و خواهش می‌کنم که یه دفتر کوچیک برای خودشون تهیه کنن، را یا الان تکنولوژی مدلش فرق کرده، روی تلفن‌های خودشون، آیپد خودشون، هر جایی که میتونن یه فایل باز بکنن از همه موضوعاتی که باز میشه و هر موضوعی رو که احساس می‌کنن به خودشون مربوطه بنویسن، بگن آخ آخ این منم، آخ آخ این منم، خود منم، و از من شروع کنن، من از تو، بلکه از من. ما میخوایم ببینیم من کیستم و من چمه، ببینیم انسان حالا حساس وپن و یا سلاحش چیه. اولین سلاحی که متاسفانه انسان حساس ازش استفاده میکنه و این بر میگرده و از همون دوران کودکی، قهره. دیدیم کودک قهر میکنه تو دوران کودکی. من یه بار تو تلویزیون گفتم، من فکر میکنم 3 سالم بود، حالت فلشبک یا پیکچری یا تصویری یادمه، دختر خاله مامانم از پیاز، بهانه‌اش این بود که پیاز تو غذاست، قهر میکرد و براش، من دیدم که براش میرفتن یه چیز دیگه هم درست میکردن. من با اینکه یه دونه بچه و یه دونه دختر بودم، خوشبختانه وقت لوس منو بار نیوردن، نه پدرم و نه مامان مادرم. و یادمه که وقتی که اومدم از خونه اونا فرداش یا همون روزش، گفتم من غذا نمیخورم. البته من تو پرانتز بگم، اینه که میگم معنیش نیست که کار مامانم درست بود، اصلا اینو نمیگم، فقط از خاطرات خودم میگم که من یاد گرفتم از اون قهر کنم. وقتی گفتم نمیخورم، مامانم 2-3 بار بهش به من گفت بخور، گفتم نمیخورم، غذا رو بشقاب منو تا آخرش خودش خورد و بعد رفتش از توی باغچه حیات یه سنگ برداشت آورد گذاشت و بشقابم و به من گفت خب حالا بخور، و من دیگه قهر نکردم.
دیگه قهر نکردم. مسئله قهر کردن برمیگرده به دوران کودکی و زمانی که ما تربیت اصولی نداشته باشیم، زمانی که الگوی من پدر و مادر یا عمه، خاله، عمو، دایی، همسایه، دوست و هر کسی که قهر میکنه و بعد توی خانه مشکلات پیچیده‌ای پیدا میکنه و یا عزیزان در مورد قهر دیگری صحبت میکنن، ممکنه که من به نوعی الگو برداری کنم و این خیلی خیلی خطرناکه، مخصوصا اگر از اقوام نزدیک باشه که مخصوصا خود پدر یا مادر باشه. من این سلاح قهر رو یاد میگیرم و با قهرم طبیعتا حساس تر میشم. یعنی زمانی که من قهر میکنم، انسانی که قهر میکنه اول به خودش آسیب میزنه و بعد به دیگری، در صورتی که هدفش آسیب زدن به خودش نیست در درجه اول، هدفش در درجه اول آسیب زدن و یا به نوعی اعتراضه. و وقتی که میبینه این سلاحش گرفت، بهش توجه شد، کم 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 ادامه پیدا میکنه، میشه یک رفتار بسیار غیر اخلاقی و غیر اصولی. و بعد من کودک اگر قهر منو درون خانه میخرن، درون مدرسه ممکنه دیگه نمیخرن، درون جامعه نمیخرن، فردا پارتنر من یا همسر من نمیخره این قهر رو، پس فردا فرزندان من گرفتار قهرهای من میشن و این میشه یه معضل بسیار پیچیده روانی که روان من و روان عزیزانم رو به شدیدن به هم میزنه و الگوی بسیار بسیار غلطی میشن برای نسل بعدی خودم. پس یکی از سلاح‌های بسیار بد و دردناک و خطرناک قهره. سلاح دیگه که معمولا انسان حساس استفاده میکنه تهدیده. معمولا با تهدید خودمو میکشم، اصلا بمیرم راحت شی، اصلا از این زندگی میرم، اصلا از خونه فرار میکنم میرم. دائما تلاش میکنه که از طریق تهدید موقعیت و موضعی که میخواد و نگه داره تا بتونه به هدفش برسه. و میدونیم که دوباره تهدید یکی از بدترین سلاح هاست که معمولا خیلی از انسان ها تهدید رو استفاده میکنن، در صورت که خیلی مواقع فکر نمی کنن تهدید، در صورت که تهدید هست. یعنی ممکنه به این مستقیم و به این صراحت نباشه که اوکی من خودم رو میکشم، ولی متاسفانه مدل های دیگه ممکنه تهدید بکنن که خودش دقیقا تهدیده. مسئله بعدی نفرینه. متاسفانه نفرین خیلی راحت دوباره ما توی فرهنگمون شدیداً مشکل نفرین داریم، میدونیم اینو. ما اصلا یکی از بزرگترین صدای من میرسه؟ یه لحظه ببخش، الان خوبه صدا ما؟ بله الان خیلی. یکی از بدترین کاری که ما میکنیم متاسفانه مسئله نفرینه. دیدین که نفرین میکنیم، ایشالله بلا به سر خودت بیاد، ایشالله بمیری راحت شم، که این نفرینا رو از کودکی ممکنه کودک بشنوه و کودکی که حساسه، کودکی که احساس تحقیر و حقارت و مقایسه کرده، وقتی که این تحقیرها رو بشنوه، وقتی این تهدیدها رو بشنوه، وقتی این نفرینا رو بشنوه که ایشالله بمیری راحت شم، کاش که اصلا تو رو به دنیا نیورده بودم. شما برای یه لحظه فکر کنین اون کودکی که با پوست روانی بسیار نازکش و حالا کودک ناخواسته هم حساب میشه و اینجور مادر با نفرین به سینهش میزنه و آرزوی مرگشو میکنه. این نفرین ها، یا ایشالله اون کسی که منو به تو معرفی کرد ایشالله به سرش بیاد، یا ایشالله به سر بچه. یعنی یکی از زشت‌ترین، تحقیرآمیزترین و دردناکترین و بی اخلاق ترین روش نفرینه. به نظر من تو هر شرایطی انسان چطور میتونه عزیز خودشو نفرین کنه؟ چطور وقت ما میتونیم بگیم ما انسان مهربانی هستیم؟ ولی انسان حساس متاسفانه این کارو میکنه و مخصوصا که تو فرهنگ ما خیلی رایجه. ما به جای اینکه انگشت تقصیر رو به طرف خودمون بگیریم، متاسفانه دائما به طرف دیگری میگیریم و اگر به هدفمون نرسیم، اگر احساس شادی و خوشبختی نکنیم، نفرینمون یکی از بدترین سلاح هاست که از کودکی آموختیم و به کودکانمون میآموزونیم. و این یکی از بدترین دوباره و زشت‌ترین کاریه که یک انسان بالغ، مخصوصا یک همسر و یا یک پدر و یا مادر، یه همچین حرکت و رفتاری رو از خودش نشون بده. سلاح دیگه ای که معمولا انسان حساس از خودش نشون میده خودآزاریه.
دیدی خیلی ها خودشونو میزنن، به خودشون فوش میدن و یا دیگر آزاری. زمانی که از شوهرم عصبانیم، زمانی که از زنم عصبانیم، زمانی که بیرون سر کار اذیتم کردن و زمانی که از خانواده همسرم ناراحتم، میام عقده و خشم و عصبانیتم و سر بچه‌ام خالی میکنم، سر مادر و پدرم خالی میکنم، سر همسرم خالی میکنم. اینجاست که دیگه نهایت بی‌انصافیه، برای اینکه من همش به دنبال کیسه باکس میگردم. این کیسه باکس معمولا عزیزترین کسام هستن که ازشون استفاده میکنم و تمام وجودشون رو کبود میکنم. خودزنی و دیگر آزاری و یا خودآزاری و دیگر آزاری دقیقا مساوی هم دیگه است. یعنی بعضی وقتا بعضیا میان پیش من میگن که من تا حالا دست رو بچه‌مو زنم یا شوهرم بلند نکردم، من خودم رو میزنم، من خودم رو فوش میدم. میگم میدونی وقتی تو داری خودتو میزنی، وقتی داری خود به خودت فوش میدی، دقیقا داری اونا رو میزنی و به اونا فوش میدی. میگه نه، باورش نمیشه. و بعد که براش باز میکنم متوجه میشن که چقدر این کار آزاردهنده است. برای اینکه وقتی من کودک یا من همسر، مخصوصا من فرزند، شاهد خودزنی پدر و یا مادرم باشم که عصبانی شده از دست من یا از دست هر کس دیگه ای و داره خودش رو میزنه و به خودش فوش و ناسزا میگه، این چه الگویی برای من و چه آسیبی به من میزنه. و این یکی از بدترین روش هایی که یک انسان حساس از خودش نشون میده. یه خطر دیگه ای که انسانای حساس در نوجوانی شروع میشه، معمولا خیلی خفیفش در کودکی شروع میشه ولی تو نوجوانی خودش رو نشون میده، اما متاسفانه پدر مادرهای غافل مطلع نیستن و بعد در جوانی بیشتر خودش رو نشون میده، خودآزاری از طریق آسیب زدن به جسمشون، یعنی با تیغ یا با چاقو به دست خودشون و به رون خودشون و یا به شکم خودشون هجوم میارن. و این یکی از بدترین و خطرناکترین انسان حساسیه که داره از این طریق خودآزاری میکنه، که من در تلویزیون در موردش فکر میکنم مقدار صحبت کردم، ولی حتما باید در آینده در برنامه رادیو خیلی عمیق‌تر صحبت کنیم، برای اینکه کیس‌های خیلی زیادی هستن که غافلن و وقتی که متوجه میشن اون وقتی که بعضی مواقع بسیار دیره. چون بچه‌ها اینجوری معمولا اینجور فرزندان فردای روزگار که در همون دوران نوجوانی و جوانیه مبتلا به اختلالات شخصیتی و یا borderline personality disorder میشن، که بیماری بسیار بسیار سخت و دشواری برای علاجش. حتی از دست روانشناس ها هم بسیار در دست روانشناس ها هم بسیار سخته، چه برسه در دست خانواده. پس حواسمون باید جمع باشه که خودمون و یا فرزندمون رو حساس بار نیاریم، چون اگر یه همچین سلاحی رو استفاده بکنه، وای به حال من مادر، وای به حال من پدر که چشم باز کنم ببینم بچه‌ام با تیغ یا چاقو به جون خودش افتاده و یا خطر خودکشی داره. چون انسان حساس دائما تهدید به خودکشی میکنه، مخصوصا نوجوان که الان من دارم تلویزیون مراتو در مورد افسردگی، اینجور افسردگی ها صحبت میکنم. انسان حساس سلاح دیگهی که ازش استفاده میکنه سلاح گناهه، یا احساس گناه میکنه و یا احساس گناه به دیگران میده. معمولا یا دائما یه دادگاه خیلی بد برای خودش داره با قاضی خیلی ظالم رو سر خودش، و یا دائما تقصیرش رو گناهش رو میندازه به گردن دیگران و دائما فرار میکنه از تقصیر و گناه خودش. و خود این احساس گناه گرفتن و احساس گناه به دیگری دادن دوباره یکی از کاراکترها و یا شخصیت‌های ضعیف آسیب خورده روانیه که متاسفانه دوباره در فرهنگ ما بیداد میکنه و ما به سادگی به آسانی به فرزندانمون احساس گناه میدیم، احساس منت میدیم. و این احساسا رو کودک وقتی از کودکی به عهده بگیره و احساسش بکنه، فردا تحویل دیگری میده متاسفانه، اونم احساس گناهش رو به دیگری یا به فرزند و یا به همسر خودش منتقل میکنه، و یا دائما تو محیط اجتماعیش دائما گرفتاره و نمیخواد تقصیر رو به گردن خودش بگیره. معمولا انسانای حساس
با خودشون خیلی گیم بازی میکنن، ولی فقط گیم با خودشون بازی نمیکنن، فقط ناخودآگاه نیست، خیلی وقت هم خودآگاه بازی و حقه بازی هست. یعنی اصلا مثلا یکی از نمونهاش، قبل از این که پرخوش کنی به من، قبل از این که بفهم میخوای از من یه ایرادی بگیری، من انقدر شلوغش میکنم که تو نتونی از من ایراد بگیری. یعنی چنان از خودم دفاع میکنم قبل از این که اصلا تو دهنت باز بشه که بتونم هر چه زودتر دهنتو ببندم. این بازیه، این گیمه، این حق بازیه. شروع میکنم حوار زدن، یعنی مثلا من نوعی یه خطایی کردم، یه کار بدی رو انجام دادم، اگر تو رابطه هستم یه خیانتی کردم، یه چتی کردم، و بعد که همسرم یا دوست دختر پسرم متوجه میشه یا پدر مادرم وقتی میاد، چنان هوار میزنم، داد میزنم، از دست تو دیوونه شدم، اصلا به من اعتماد نداری، من اصلا از این تهدید، من اصلا از این رابطه میرم، قهر، من اصلا ای کاش که هیچ وقت حالم ازت به هم میخوره، امیدوارم این بلا سر خودت بیاد که اگه من خودم سر تو انقدر گیر بدم به تو خوبه. یعنی انقدر شلوغش میکنم، یعنی منیپولیت و فریب میدم طرفو که طرف بترسه بگه بابا ببخشین، به خدا منظورم این نبود. دیدین چه حق بازی کردم؟ دیدی چه جوری پیچوندمت؟ و من نوعی هم باورم میشه که وای چرا این حرف رو زدم، و بعد فردای روزگار به خاطر حق بازی تو و به خاطر احساسی که اینجور برمی انگیزه، من میترسم دیگه ایراد به تو بگیرم. اینا یه نمونه حق بازیه. معمولا استاندارد خودشون استاندارد ندارن، دبل، به قول انگلیسی ها دبل استانداردن، یعنی یه چیزی رو برای خودشون خوب میبینن، مثل جریان خیلی از مذاهب، من جمله مذهب خودمون که برای البته از دید بعضیا و از رفتار خیلیا برای من حلاله ولی برای تو حرومه. مستضعفین در گذشته شدن مستکبرین الان، به اصطلاح خودشون البته، یعنی دبل استانداردن. یه چیزی رو که برای خودشون حلال میکنن برای دیگران حرام میکنن، کاری رو که میدونن برای خودشون انجام میدن میگن فرافکنی میکنن، میگن تو انجام میدی. این یکی دیگه از سلاحاییه که متاسفانه انسان حساس خیلی خوب از خودش نشون میده. ما 2 دقیقه وقت داریم، درست میگم؟ بله. اوکی. اگر سوالی تو این صفحه دارین لطفا از من سوال کنین، چون اینجوری سوال و جوابم خیلی میتونه کمک بکنه. نه خواهش میکنم ادامه بدید. خواهش میکنم. چون شما درست دارین مطلب رو میرین، بهتره که تا پایان لطف کنید و ادامه بدید. بعد انسان خودآزار معمولا، اگه یادتون باشه هفته پیش در مورد یعنی سایکوسوماتیک، بیماری های روانتنی مقدار خفیفی صحبت کردم. معمولا اینا اصلا میخواد مریض بشه که تقصیر توست، ببین تو چقدر منو اذیت میکنی، ببین تو اصلا رعایت منو نمیکنی، ببین تو که میدونی الان منو عصبانی کنی من قلبم درد میگیره، تو که میدونی الان منو عصبانی کنی به حرف من گوش ندی میگرنم منو میگیره، قلنجم منو میگیره، کمرم منو میگیره. دائما از این طریق هم تهدید میکنن، اینا همه تهدیده، هم تهدید میکنن و هم به نوعی قهره، و هم اینکه من فقط من، اون حس سلف سنتردی و یا خودمحوری که همه باید مواظب من باشن. در بعضی از مواقع حتی حاضرم به خاطر حساس بودنم، حاضرم حتی سرطان بگیرم ولی نمیرم، سرطان بگیرم که بگم تو منو مریض کردی، ببین تو با من چه کردی، ببین من چقدر بدبختم، ببین من نتونستی خوشبخت کنی، ببین چه قولایی به من دادی با من چه کردی. یعنی انقدر من به خودم فشار میارم، انقدر به خودم استرس میدم، انقدر دوست دارم با اینکه تو دردامم دردامو میکشم، ولی به نوعی دوست دارم با درد من تو درد بکشی. مثلا بعضی مواقع طرف میگه میخوام فقط خودمو بکشم که این تا آخر عمرش وجدانشو بسوزونم. شما نگاه کنین چقدر انسان باید بیمار باشه، چقدر نادون و بیشعور باشه که میگه فقط میخوام بکشم به فرض خودمو، یا دست به خودکشی بزنم طرفو بترسونم. مثلا من چند تا کیس داشتم که آنلاین دیتینگ بودن، یعنی دنیای مجازی، خانم برداشته پشت همون کامرای اسکایپ
گفته دستش آورده گفته من خودکشی کردم، دستش هم نشون داده که تو بخواب ببین از دست تو من رگم رو زدم. پسر اون ور دنیا چقدر حالش بد شده و هوا رو گریه و چه مصیبتی. بعدم فهمیده که کچاب ریخته بوده رو دستش، کلک زده. یعنی ما یه همچین بیمارایی طرف میشیم، انسانای حساس، انقدر میکشن مسائل و انقدر پیچیده میکنن، انقدر بازی و حق بازی میکنن و انقدر دوست دارن حتی بیمارگونه مریض بشن که تو بلکه دلت برا من بسوزه یا بسوزونمت. یعنی نامهربانی و نادانی تا این حد که میخوام به حدی که تو رو بتونم تو آخر عمرت بسوزونم، حاضرم به سر خودم بلا بیارم. فکر میکنم وقت ما متاسفانه تموم شد، ولی بذار تا همین خدازاری و دیگرازاری بحثمون رو نگه داریم و بعد تا هفته آینده که من بازم در خدمت شما عزیز گلم و همه عزیزان هستم که بحثمون رو ادامه بدیم. بسیار سپاسگزارم. البته سوالاتی پیش اومده، اما اگر اجازه بدید همون هفته آینده. من که حالا یه پیشنهادی من به شما دارم. پیشنهاد من اینه که یا بحثمون، شما هر سوالی که شما و همچنین عزیزان ما در این مورد بحث ما هر سوالی که دارن لطف کنن برای شما بفرستن و شما لطف کنین سوالا رو مطرح کنین و من یا در آخر این موضوع و یا بین این موضوع من سوالا رو هم جواب بدم. بسیار پیشنهاد خوبیست. همین کار رو خواهیم کرد، چون همین الان برای خود من دو سوال پیش اومد که این رو حتما در هفته آینده و منتظر میشیم که عزیزان هم سوالاتشون رو بدن، من خدمت شما خواهم گفت. برای این هفته از شما سپاس گذارم. امیدوارم هفته خوبی داشته باشین. روزتون رو میبوسم و باز هم تشکر. عزیز دلمی، شب و روزتون خوش عزیزم. خدا نگهدار.